سرخط خبرها تحلیل اطفان از حراس شدید آمریکا از جنگ وسیع اسرائیل با حزب الله واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز درباره زمان حمله اسرائیل به لبنان و واکنش انصر الله یمن به اعزام ناو هواپیما بر روزولت آمریکا به خاورمیانه میانه. سلام به این بسته خبری از کانال شیپور خوش آمدید. عبدالباری اطفان تحلیلگر جهان عرب با اشاره به تقویت پایگاه جنبش حماس به دهها هزار جوان داوطلبی اشاره کرد که به این جنبش پیوسته و تحت آموزش های سری در استفاده از سلاح در تونل های در نوار قزه و یا روی زمین در کرانه باختری قرار دارند. اطفان با اشاره به تحولات غزه و جنوب لبنان نوشت علت افزایش اظهار نظرهای آمریکایی در حمایت از اسرائیل در جنگ قریب الوقوع در لبنان چیست آیا نتانیاهو به بهانه‌هایی برای فرار از غزه دست یافته است؟ وی افزود نیاز به کارشناسان مجله فارنفرز نداریم که به ما بگویند اسرائیل پس از نه ما نسل کشی در غزه نتوانسته مقاومت به ریاست حماس را شکست دهد سردبیر رای آلیوم ادامه داد بنیامین نتانیاهو و ژنرال های آن این روزها به شکل فزاینده به دنبال یافتن راهی برای حفظ آبروی خود برای پایان جنگ و فرار از غزه با کمترین خسارت هستند و به نظر میرسد که راه آن را یافتن و آن اظهار نظرهایی است که در آن از تحقق اهداف حمله به رفح دم زده می شود و اینکه موفق به غلبه بر شاخه نظامی حماس شدند به باور اطفان بهانه دیگری که این روزها بسیار آن را مطرح می‌کنند حتمی بودن عقب نشینی از غزه به منظور تمرکز بر جنگ آتی در جبهه شمالی برای از بین بردن خطرات حزب و تهدیدات فزاینده آن بر امنیت اسرائیلی ها و موجودیت آن است این تحلیلگر اضافه کرد شاخه نظامی حماس قوی تر از هر زمان دیگری است و بر تمامی غزه سیطره نظامی دارد روزی نیست که موفقیت در جنگ چریکی در راستای استراتژی جدید در شکار نظامیان اسرائیلی کسب نکند کامینهای موفق علیه نظامیان اسرائیل و کش و زخمی کردن آنها و هدف قرار دادن تانک نظامیان که از به ادعاهای اسرائیل را از حیث تحولات میدانی نشان میدهد. وی نوشت ده هزار داوطلب به مقاومت به ویژه حماس و جهاد اسلامی در غزه و کرانه باختری پیوستند و در آموزش های سری در استفاده از سلاح در مراکز آموزش در تونل های زیرزمین در غزه یا روی زمین در کرانه باختری شرکت کردند و بیشتر آنها جوانان بین 18 تا 24 سال هستند. اطفان افزود که نکته دیگر این است که نسل کشی که از سوی نظامیان اسرائیل در غزه رخ میدهد نه تنها به تقویت حماس و پایگاه آن منجر خواهد شد بلکه به ظهور های بسیار سلح شورتر در آینده چه در غزه و چه در کرانه باختری منجر خواهد شد که به خونخواهی کودکان پدران و مادران شهید بلند خواهد شد اطفان بیان کرد نکته قابل توجه این است که جنرال های اسرائیلی اعتراف می کنند که قلب بر مقاومت در غزه محال است زیرا حماس یک تفکر است و همه تحرکات در طول تاریخ برای شکست یک تفکر راهی به جایی نبرده است این تحلیلگر به موازه آمریکایی ها در قبال حمایت اسرائیل در جبهه لبنان اشاره و اضافه کرد موازه که از سوی سخنگوهای دولت آمریکا بیان می شود تلاشی از روی یس برای اطمینان دادن به افکار عمومی در هم شکسته در الجلیل است آنچه در خفا مقامات آمریکایی انجام میدهند فشار شدید به نتانیاهو و جنرال های آن به منظور ممانعت از بروز جنگ در جبهه شمالی با حزب به منظور دور کردن فاجعه بزرگ برای اسرائیل است وی تاکید کرد مادامی که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب و ژنرال آن جنگ فرسایشی در جبهه شمالی و یحیی سنوار رهبر حماس در غزه و ژنرال محمد الزای فرمانده گردانهای القسام و معاونش در جبهه جنوبی به پیش میبرند اسرائیل نه فقط با سرعت به سمت شکست بلکه به سمت فروپاشی کامل حرکت می کند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد گزارش های ادعایی در رسانه های اجتماعی با نقل قول از این خبرگزاری درباره اینکه اسرائیل قصد حمله به لبنان در ارز 48 ساعت آینده را دارد تکذیب می کند. یک سخنگوی خبرگزاری رویترز گفت هر گونه ادعا درباره گزارش دادن رویترز درباره اینکه اسرائیل در عرض 48 ساعت آینده به لبنان حمله خواهد کرد کذب هستند. رویترز چنین مطلبی را گزارش نکرده است به تازگی رجزخانی های جنگ طلبانه مقامات تل آوی و علیه حزب به اوج خود رسیده است ارتش اسرائیل که پس از نه ماه جنگ هنوز نتوانسته است پس رزمندگان کم تعداد حماس در جغرافی های محدوده غزه و آن هم با سله های محدودی که آنها در اختیار دارند برایت حال مدعی است حمله به لبنان را تکمیل کرده و در صدد اجرای است این موضوع البته با واکنش سریع دبیر کل حزب الله لبنان مواجه شد. سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود با ارسال پیام‌های کددار قوی به دشمن نشان داد در زمینه این تهدیدات آگاهی و اشراف کاملی دارد. وی با هدف بر هزار داشتن اسرائیلی ها از ماجراجویی درباره لبنان گفت ما از مقرهای نظامی و حساس اسرائیل اطلاع کامل داریم حزب الله به دنبال گسترش جنگ نیست اما در صورت تحمیل نبرد آنها باید از زمین هوا و دریا منتظر ما باشند همزمان سی این روز گذشته افشا کرد مقامات ارشد آمریکا به تل آویو اطمینان دادند در صورتی که اسرائیل و حزب وارد جنگ فراگیر شوند دولت بایدن آماده است به طور کامل از متحدش حمایت کند مقاومت اسلامی لبنان در پاسخ به تهدیدهای اسرائیل با انتشار کلیپی بخش از سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را منتشر کرد که گفته است اگر جنگی بر ما تحمیل شود دشمن پشیمان خواهد شد بر اساس این گزارش در این کلیپ تصاویر هوایی با مختصات اماکن و مناطقی به نمایش گذاشته شده و حزب به صورت تلویحی اشاره کرده است که در صورت بروز درگیری گسترده تمامی این مناطق در تیررس قرار دارند و حمله به این اهداف اسرائیل را به عصر حجر باز می‌گرداند از جمله اهدافی که تصاویر هوایی آن در این کلیپ نشان داده شده پالشگاه نفت حیفا فرودگاه بنگورین بندر اشدود بندر حیفا پایگاه نظامی ماهواره‌ای در منطقه یهودا و پایگاه نظامی در النقه و الجلیل است محمد علی حوسی عضو دفتر سیاسی جنبش انصرالله یمن به تحرکات جدید آمریکا مبنی بر اعزام ناو هواپیمابر بر روزولت به خاور میانه و خروج ناو هواپیما بر آیزنهاور از منطقه واکنش نشان داد وی اعلام کرد ما به نظامیان مستقر در ناو هواپیمابر بر روزولت آمریکا میگوییم که روند اوضا را از همتایان خود در ناو هواپیمابر بر آیزنهاور جویا شوند و متوجه اوضا شوند و درس بگیرند اعلام خروج ناو هواپیمابر آیزنهاور از منطقه از سوی آمریکا ساعتی پس از آن اعلام شد که یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یگان موشکی یمن با چندین فروند موشک بالستیک و بالدار این ناو را هدف قرار داده است از سوی دیگر هزام اسد، دیگر عضو دفتر سیاسی جنبش انصرالله یمن از تداوم حملات نیروهای مسلح یمن در راستای حمایت از غزه خبر داد و یفسود حملات علیه اهداف آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی ادامه خواهد داشت و این در راستای حق محفوظ برای یمن و حمایت از ساکنان غزه است. ارتش یمن در ماهای گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در نوار غزه چند کشتی آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی یا کشتیهای عازم آن کشور را در دریای سرخ و تنگه بابل مندب هدف قرار داده است وزارت دفاع آمریکا شنبه شب در اطلاعیه اعلام کرد که ناو هواپیمابر یو اس اس روزولت که جایگزین ناو هواپیمابر آیزنهاور شده است هفته آینده به منطقه خاورمیانه میرسد تارنمای مؤسسه نیروی دریایی آمریکا بامداد شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است نوشته بود که ناو آیزنهاور و ناو شکن اسکورت آن به دریای مدیترانه منتقل خواهند شد اما تحت نظارت ناوگان پنجم آمریکا خدمان ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید